ضعفه. میشه درستش کنی یا نمیتونی درست کنی. اگه میشه درست کنی درستش کنی، اگه نمیتونی بریم جابجاش کنیم. شما برو تو این بخش، شما این بخش رو انجام بده، بر اساس توانایی‌ات این بخش نقطه ضعف رو بعد یکی بیاد پوشش بده. امید علوی میگه که به اون اول به عوامل یا معیارها وزن‌دهی میکنیم و سپس به اونها نمره میدیم. دقیقاً. اصلا سعید اینه بودور کی بود، همونجا که یادمه میدونم منش بودور کی بود، همین نیست که هست، آره؟ فکر کنم منش میدونم. عرض شود خدمت شما که خب دیگه اینجا من چی براشون نوشتم که بگم؟ داشتم اینو میگفتم که ما توی اون مسلماً اصلا داریم بیزنس پلن می‌نویسیم که نقشه راهمون به فیوچر اون مشخص شه، یادتون باشه اولش گفتم. ولی اون ارزشیابی هامون ارزشیابی هایی است که میایم نقشه می‌کشیم براش که به صورت شورت ترم. خیلی‌ها هستن که امکان این رو علمی، حالا بسته به بیزنسشون هم هست، که این امکان رو برای خودشون فراهم کردن که از نظر علمی که میتونن هر هفته حتی ارزشیابی بکنن کاری که میکنن، ارزیابی کنن مسیر رو که میرن. بعضیا نه، به خاطر سیستمشون یا حالا خودش هزینه سازه یا هر چیزی که بخوام بذاریم، مانتلی به صورت ماهانه دارن خودشون رو مسیر کاریشون رو دارن ارزیابی میکنن. اگه یادتون باشه گفتیم همش بیزینس پلن باید تو مسیر مطالعه باشه، نره توی کشو و استفاده نشه. این همونجاست که ارزیابی که داری میکنی هی داری برمیگردی ببینی تو بیزینس پلن چجوری بوده، چون تو این ارزیابی ممکنه یه اتفاق جالب بزرگ بیفته. اونم این که ببینی که او اینجا اصلا کلن بیزینس پلن باید اصلاح شد. یعنی شما این ارزیابی ها و ارزشیابی هایی که در خودت میکنی، یکی از اتفاقات کمک هایی که بعدم بهت میکنه این است که شما بری اصلا اون رو اصلاح کنی. یعنی به اصلاح میبینی که وقت آپدیت کردن اون بخش بیزینس پلن شده و شما زمانشه که بری اونجا رو آپدیتش کنی و بهش سری بزنی در جهت اصلاحش، که قبلا بهش فکر نکرده بودی و الان وقتشه که بهش فکر کنی. عرضم به حضور شما که خب مورد بعدی که بهش بخوایم برسیم این است که یه چیزی رو من در دوره سمارت پلانینگ خیلی روش تاکید کردم، الان چند تا بحث هست که بذار ببینم که حسن سعیدی اینجا چی گفته به ما. میگه که از ما نیست کسی که هر شب خودش رو ارزیابی نکنه. بله، یعنی نیازی نیست که وقت بذاری براش، نیازه که بشه بخشی از خودت، یعنی ارزیابی بشه بخشی از تو. وقت نیازی نیست که هر روز و هر روز بخوای بگی که من نیم ساعت بشینم درباره کارام فکر کنم. نه، شما اگه واقعا ارزیابی بشه بخشی از بره تو سلولات، میشه بخشی از مثل گلوبولای خونت، میشه با خودت داره هم با تو هست. یعنی خودت در روز که داری حرکت میکنی، شبانه روز که داری زندگی میکنی، کار میکنی، خودت رو ارزیابی میکنی در کاری که میکنی و هیچ اشکالی نداره که اشتباه میکنی. مهم این است که اشتباه رو تکرار نکنی. هیچ اشکالی نداره که شما در یه مقطعی به طور اتفاقی اشتباهی که قبلا کردی رو تکرار کنی، ولی سعی کن که خودت رو تنبیه کنی که یادت بمونه که این تکرار مجدد نکنی. بنابراین خودتون رو یاد بدین، به خودتون روشی رو برای خودتون پیدا کنید، دنبال کپی کردن دیگران نباشید، دنبال فرمولی پیدا کنید که ارزیابی کنید خودتون رو همیشگی، دائمی، همیشه دنبال ارزیابی کارهایی که میکنید که باشین. رامی میگه که کارایی و اثر بخشی بهرهوری هم به نظرم جمع دوتاشون هست. کارایی و اثر بخشی بهرهوری هم به نظرم جمع دوتاشون هست. بهرهوری، بله، بهرهوری از دل اینها عملا میاد بیرون. فکر میکنم به اگر درست فارسیشو بفهمم، از دل این دوتا بهرهوری میاد بیرون. داشتم بهتون میگفتم که توی اون بیزینس پلانی که ما نقشه میکشیم، همیشه اولش یه سری اهداف برای خودمون تعیین میکنیم. هدف ها خب مشخصه، قبلا هم گفتیم باید واقعی باشن، باید واقع گرا باشن،
باید به قول امید علوی فارسی که ترجمه کرد برام گفت دستیافتنی باشن. اما اگه دقت بکنید من نمیگم هدف، همش میگم اهداف، همش میگم هدفها. یکی از مسائلی که ماها داریم این است که میایم یه مسائل بیشتر برمیگرده به اونه که تئوری زیاد میخونن در عمل مشکل پیدا میکنن، یه هدفهایی رو تعریف، یه هدفی رو تعریف میکنن و میگن آقا میریم که داشته باشیم مثلا این اتفاق بیفته، چون یک مجموعه اهداف تعریف نکردن. اگر به گولشون که تعریف کردن نرسن، پس کل زحماتی که در طول این مسیر کشیدن به باد میره. این اولین و مهمترین اشکال این است که شما یک هدف رو بذاری هدف اصلی کارت. یا حالا اگه خواستیم با کلمات بازی کنید، میتونید یک هدف اصلی داشته باشین و یک مجموعه اهدافی رو در طول مسیر تعریف بکنید که به این هدف‌های کوچکتر برسیم برای رسیدن به اون هدف بلنده، اون هدف تهیه، هدف بزرگه. اگر به این شکل عمل نکنید، اون موقع شما کل عملکرد خودتون رو میذارین به قول همون حرف همیشگی که فکر کنم تو فارسی میگفتن تخم‌مرغ رو توی سبد بذارین. شما وقتی همه تخم‌مرغ رو دارین میذارید توی سبد مشخصی، به هر دلیل سبد اگر مشکلی براش پیدا بشه یا شما نتونید اون سبد رو در زمانی که میخواید ازش استفاده کنید به باد بره و همه تخم‌مرغاتون به باد بره، ببینید چه اتفاقی براتون میفته. پس یکی از چیزهای بزرگی که در یه بیزنس پلن تعریف میکنید اهداف، نه هدف. یا اگر یک هدف نهایی تعریف میکنید، یک عالمه هدفهای کوچولو کوچولو در طول مسیر تعریف بکنید و با اون رسیدن به اون هدفهای کوچیک، به قول اونایی که عشق انگیزه و از این حرفا دارن، انگیزه های بیشتر به خودتون بدین، به اهداف کوچیکترتون برسید، خیالتون راحت تر شه، نفس های عمیق تر، راحت ترین نفس های جوندار خوبی برای خودتون میکشید، میگه رسیدم به این، حالا از این میرم به این، از این میرم به این. همینجوری یکی یکی این به قول بچه های جبهه و جنگ سنگرها رو فتح کنید و برین جلو. وقتی که اینجوری یکی یکی دارید سنگرها رو میگیرین، خیلی بیشتر حال میکنید باش تا اینکه یهو دنبال این باشید که همه رو بریم بچسبیم. شوبر میگه آکادمیک بهش میگن مقاصد. خب خوبه، پس ما هم یه خورده سواد آکادمیکمون رو هم میبریم بالا. مقاصد، اون رایا میگه همه پولاتو توی جیب نذار. بله، بالاخره اونجا جیب بر زیاده تو مسیر کار، ممکنه که همش به باد بره، یا موقعی که دستکاری میکنی تو جیب میکشی بیرون، ممکنه اصلا یه بخش از این پولت رو گم بکنی به خاطر اشتباهات کاری که میکنی. امید علوی حرف منو دوباره ترجمه کرد مثل همیشه، میگه که خوب و مرتب و ادبیاتیش درش میکنه، میگه که سلسله مراتب اهداف، یعنی که شما یک سلسله ای از اهداف رو تعریف میکنید برای هدف بزرگی که برای خودت تعریف کردی. پس هیچ بیزینسی رو با یک هدف درگیرش نشین که به شدت ممکنه که شما به خاطر یه هدف مشخص باشه ممکنه یه عالمه ضررهای بزرگ بکنید در کارتون، چون هدفهای کوچیک تعریف نکردید. یکی از جذابیت‌های بزرگ هدفهای کوچیک چیه؟ بسیار کاربردی در ارزیابی عملکرد کار شما. یعنی یکی از روش‌های ارزیابی و ارزشیابی کردن مسیر کارتون که دارید میرید جلو، گل‌های مقطعی یا کوچیک‌تره برای زمان‌های مختلف که اون گل‌ها رو بهش برسیم و خودتون رو ارزیابی هم بکنید. حسن سعیدی میگه که گرز اندیشد گل گذرد گل باشی. مثبت اندیش منطقی به نظر بسیار تاثیرگذارتر است. 100%. مثبت اندیش باشین اصلا بدون شک. من اصلا کلا با منفی بافی که مخالفم. اینا بهتون بگم، من اون حرفی که در مورد انگیزه زدم، این نکته‌ای بهتون بگم، من منظورم این نیست که من با از این کارهای انگیزشی و من با این سمینارهای انگیزشی و انگیزه دادن این حرفا مخالفم، وگرنه با مثبت بودن که اصلا 100%. شما اصلا هیچ چیزی رو من تو این دنیا منفی نمی‌بینم. شکست مطلق 100% رو من مثبت می‌بینم. یعنی شما یک چیزی که 100% شکست شد، به جایی که بیای بشینی گریه زاری کنی سر خودت که من شکست خوردم، بدبخت شدم، بیچاره شدم، دیگه تموم شدم، من دیگه تموم شدم، به جای این چیکار کن؟ بیا بشین بذار جلوت و این رو تبدیلش کن به فرصت. اگه دقت بکنید بسیاری از آدم‌های گنده‌ای که الان میرید شما دنبال می‌کنید سخنانشون و فلان، از حرفا، از اون اپل شما بگیرید تا مایکروسافت بگیرید تا همین الان دست به نقد ایر بی ام بی، من تو سخنرانی خودشون مؤسسش بودم، حرف خیلی جالبی زد. 3 بار اینا شکست خوردن ایر بی ام بی و 3 دفعه یا همین ایده رو 3 بار شکست خورده.
و سه دفعه رفته از آدم‌های مختلف پول قرض کرده و آخر سر هم موفق شده. این یعنی که جا نزده. از هر شکستی یاد میگیری دفعه بعد چطوری برندشی. اصلا شک نکن تو این، منفی نباشی. منظور چی هستن سعیدی از جوگیر شدن رو رد میکنی؟ من اصلا 100% با جوگیر شدن موافقم. یعنی موافقم که میبینم که آدم‌ها جوگیر میشن. یعنی من موافقم چی بگم؟ اینقدر فارسی پیچیده میشدم حرف میزنه. موافقم که آدم‌ها در اثر یه چیزای جوگیر میشن و اصلا جوگیری خوب نیست. یعنی جوگیری واسه شما از واقعیت دور میشی. این برداشت منه که شما از واقعیت‌ها دور میشی، هیچ چیز دیگه چشتو نمیبینی. هیجان کاذب بارکالله. یعنی باعث میشه که شما هیجان کاذب پیدا بکنه. خب دنباله مسیر صحبتمون رو بریم که داشته باشیم. پس ما هدف‌هامون رو کمک میگیریم، از هدف‌ها تعریف میکنیم و از طرفی هم دقت میکنیم که خود اهداف رو تبدیل کنیم به چی؟ به یه ابزار ارزش‌یابی کردن. عبدالرضا میگه جوگیری امری طبیعی است ولی نامطلوب. این بسیار درسته، چون دوتاشو داری معنی هر دوتاشو میگی. متاسفانه یا خوشبختانه هر چی، آدمیزاد دیگه. آدمیزاد همیشه هزار تا مسئله مختلف داره، یکشم که جوگیر میشه، یه چیز طبیعیه یعنی. ولی خب مسئله نامطلوبیه به این معنا که دقت بکنی، حواست باشه که بفهمی داری جوگیر میشی. اشکال نداره که به خودت بگی خب من اشتباه کردم، جوگیر رو ادامه ندم. بعضی وقتا افراد اینجوری هستند که جوگیری رو ول نمی کنند دیگه. نه جوگیری، هر اشتباهی که اشتباهی رو که می کنند ول نمی کنند، ادامه می دن به مسیر اون اشتباه. یعنی نمیگن آقا اشتباه کنم ول کنم دیگه، بس همون مسیر رو ول کنش نیستن و دنبال می کنن و میرن جلو. هی توی جایی که در مورد تحقیقات صحبت می کردیم، من بعدش یه حرفی رو بچه ها گفتیم، من رو یادم رفت که تحقیقات بچسبونم. اونم این که صحبت از منابع کردیم. وقتی صحبت از منابع میکنیم برای تحقیقاتمون یا برای مطالعات که انجام میدیم در روزمره برای یادگیریمون، من همیشه درباره این داستان مطالعه گفتم که مطالعه خیلی خوبه، شک نکنید توش، بسیار خوبه که یه نفر مطالعه زیاد داشته باشه. اما به منابع به عنوان یه بحث تحقیقاتی که تو بیزینس پلن یا تو بحث ارزشیابی یه چیز مشخصی، اون زمانی که میگفتیم ارزشیابی اینداستری خودتون رو بکنید، ارزشیابی رقبای خودتون رو بکنید، ارزشیابی وضعیت اقتصادی کل کشور رو بکنید، همه اینا که داشتیم بهش بررسی میکردیم، یا به عنوان یه مارکت ریسورس هایی که میخوایم بهش مراجعه کنیم، این که چقدر اینها قابل اعتنا و قابل اعتماد هستن رو بسیار دقت کنید. یعنی یه وقت گول ریسورس هایی رو نخورید که، منابعی رو نخورید که در عمل بعدها بیاید بگید که واو این دیگه چی بود، چرا من بعد از همچین جایی لطمه بخورم. چون شما ممکنه کارتو خیلی علمی و درست و خیلی مرتب منظم و همین تجربه‌ای که من اینقدر تاکید دارم روی این سیستمی که حالا خودمون کار میکنیم، یعنی اسمارت بیزینس پلن، اسمارت مارکتینگ، سمارت بیزینس میکنیم، در از فقط کافیه که شما به منابعی که دست میذاره روش به عنوان منبع استفاده کنیم برای تمام این حرفایی که زدیم، منابع قابل اعتنایی نباشن و قابل اعتماد نباشن. این تمام شاید خیلی از کارهایی که شما میکنید و تحت شعاع قرار میده و داغونتون میکنه، داغون میکنه واقعا. به شدت فوکس بکنید روی این که اون منابع قابل اعتماد هستن یا نه در هر بخشی از اون تحقیقات که میکنیم. چون گوگل که درست خیلی شعور داره، اما شعور اینطوری نداره که به شما ارزیابی کنه بگه این منبع قابل اعتناست یا نه، به خصوص زمانی که در مورد این چیزهای تحقیقاتیه. اون داره کانتنت رو برای شما به نمایش میذاره. سعی کنید ببینید که اون کانتنت داره در کجا نمایش پیدا میکنه. کانتنتی که در مجله فوربس میاد، مجله تایمز میاد، خب مسلماً در واشنگتن پست میاد، در فلان میاد، این کانتنتی است که خود سر و سامون دارتره تا اینکه شما بیای و حتی دقت بکنید. مثلا سی ان ان رو که باز میکنین، بذارید الان نشونتون بدم به عنوان مثال، اتفاقا خوب شد یادم افتاد. شما وقتی سی ان ان رو داری باز میکنی، در یا به عنوان یکی از مهمترین مراکز خبری مرتب دنیا دیگه، یکی از چیزهایی که داری توی CNN میبینی، در یه خورده پایین تر میری تو صفحه خارج از اون
بالای صفحهش، یا خودی که میرید پایین تر بهتون رسما نوشته paid content، یعنی کانتنت هایی که پول پرداخت کردن. خب شما paid content رو نمیتونی به عنوان یه چیزی در نظر بگیری که بگی 100% این یه منبع قابل اعتناه. ببینید شما الان یه خورده که میریم پایین، میبینی اینجا رو نیا کن نوشته چی؟ pay partner content. خب این چیزی که تو داری اینجا میبینی، همون اول بسم الله باید بفهمی که این به عنوان یک کانتنت مسته، حتی با اینکه منبع به این قویه، منبع CNN، شما باید حواست رو جمع بکنی که به هر حال این بخش پید کانتنته، یعنی بخشیست که یه پولی بابتش پرداخت کردن. یعنی این نیستش که شما الان در حال حاضر اینو بتونی به راحتی بهش اعتنا کنی و اعتماد کنی، مگر اینکه ممکنه کاملا قابل استفاده باشه. فقط یادتون باشه که اون منبع رو اول شناسایی کنید که ببینید داری از چه منبعی اونو برای خودت عروش داری مطلب برمیداری. پس منبع رو جزو اون اصول اصلی پلنتون بذارید که میخواین چی کار کنید، از کجا برش دارین و استفاده کنید. زمانی که داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه بیزینس استوری خودمون رو داشتیم مینوشتیم، تو اون مقدمه‌ای بعد اینکه اصلا قبل از اینکه وارد بشیم در اینکه بیزینس پلنمون رو شروع کنیم تهیه کردن، تو اون بیزینس استوریمون